جهنم که آقای ایکسی من میخوام اینجا بشینم. ببخش من قرار باید صحبت میکنم. درسته. ولی خب میگم متاسفانه اینا اول چیزی که یاد میگیرن. درسته. حالتا همه که نه. نه منظورم با همه نیست. منظورم با 90%. راحت بگم. خیلی ماشی هست. دوستمون. اون 90%ش. البته چون من همونطوری که بهت گفتم من نه میشناختمت نه دیده بودم چون پیگیر این قضایا نیستم. یه سبک خاصی رو دنبال میکنم. ناراحت نشی از حرفم بازم گفتم نمیشناسمت. یاد شما واقعا 35 تا آلبوم کسی کار واقعا پس من این کارو نیستم. نه خب قاعدتا یک خواننده رو مردم راحت تر میشناسن تا یه تنظیم کننده رو. درسته؟ بله. حالا اگر تو این 35 تا آلبومی که تنظیم کردی با زیرزمینی ها رو هم میگیم 70 تا آلبوم، این 70 تا آلبومو حالا نه میگیم آقا 50 تا، این 50 تا رو خودت خواننده بودی، خب جوری بود که میرفتی از محل کار بیرون یا از در خونت بیرون دورت رو میگرفتن امضا عکس آقا البرد آقا خواننده بازیگر مثال، اینقدر شهرت داشتی مصیبت بیشتر میشه، مصیبت بیشتر میشه. عکس العملت چی بود؟ مجبوری با همه مهربون باشی؟ مجبوری حتی یه روز که خیلی عصبی حوصله هیچ کس رو نداری مجبوری با لبخند با همه برخورد کنی؟ چون اگه یه دست از پا خطا کنی این یه قضیه میشه اینقدر قضیه هزار تا حرف و حدیث میشه واسه آدم. بعد من اتفاقا یه چیزی هم میگم، من آهنگ در به در رو موقعی که خوندم یه سایتی بود که بستنش مثل بیاتو بیاتو میوزیکی خیلی میگم یک هفته 60,000 تا دانلود خورد. من ایران هم نبودم بچه اوزم گذاشتم. من از خدا بی خبر اصلا هیچی نمیدونستم. بالاخره خب توی ویدیو هم کار کرده بودم فکر نمیکردم اینقدر صدا کرده. خب فیلیپین چقدر مگه ایرانی داشت؟ 700 تا ایرانی داشت کنی چون میتکندی. خلاصه من چیز شد دشمن زیاد پیدا کردم. بیا مثلا نمیدونم بعضی دوستان خود شیرینی خیلی دوستان نزدیکم زیرابای ناز واسه هم میزدن، من ملت رو به جونم مینداختن. حالا به قول معروف خوب شد مثلا میگم چی میگن ما تصویر اون به اون صورت پخش نشد ولی خب اون یه آهنگ خیلی صدا کرد و گذشت کار یالا بوس بده بود، بعد کار دلم میخواد بود، اینا ویدئو بود همه. درست. تو ایران هم کار نکردم، اونا کارگردان هم خارجی بودن. درست. با این که چیز بود حضور داشتم ولی خب دشمن خیلی بیشتر پیدا کردم. آقا حواستون باشه آقا دشمن زیاد پیدا کرده. البته دشمن به نظر من منظورش اینه که یه جمله راحتت کنم، اگر میخوای بری بالا دلیل نداره کسی رو بیاریش پایین. فکر میکنم درست گفته باشم. دقیقا. چون این دیالوگی که شما گفتی اکثران دارن، اکثر اونایی که دارن میرن بالا خیلی ها هستن که دستشون رو میذارن سر طرف که نه بذارن اشکال نداره من حاضرم پاشو بذارن رو کوله من برم بالا. آخه برم بالا پاشونو بردارن دیگه فشار ندارن اونجا نگه دارن طرفو. متوجه شدم. فشارم داد داد. ولی تا یه حدی. درست. یادش نره گذشته خوشو چی بوده. که همه یادشون میره. اکثران یادشون میره چی بودن یه روزی. دقیقاً. این جمله‌ای که دارم بهت میگم به همه بچه‌ها گفتم. از اینجا سوال میکنم از استدیویی که الان نشستیم به قول معروف جمله که قبلا گفتیم از باغچه دم درم یهو میپرسم دوست ندارم یه تک بشه مردم خسته بشن. درسته. نظر در مورد مستند چیه؟ خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. کار ما هم دوست داری؟ من اصلا میدونین چون وقتی که پای فیلم میاد وسط بگن که یه برنامه میخوان بسازن از قبل میشینن فکر میکنن که چی باید بگم چی نباید بگم. ولی وقتی اینجوری باشه به داهه این پروایز بگی خیلی راحت تر حالش بیشتره. طبق معمول همه برنامه ها چند تا کلمه میگم فقط عکس العمل بهم نشون بده با یه کلمه یا با کلمه یا با قیافه. هم با قیافه میتونی هم با کلمه. شون عشق دوست دارم همیشه عاشق باشم واقعا. علیشمس دوست گلم عشقم. علیشمس دوستی که هر روز با هم. محسن چاوشی یک یا دو تا از کارهای محسن چاوشی رو دوست دارم. محسن یگانه
محسن یگانه هم یکی از کاراشون دوست دارم. احسان خواجه امیری تقریبا 80% کاراش قشنگه، چون من کار دستگاه ایرانی رو دوست دارم توی زمینه پاپ. آقای مثلا احسان خواجه امیری خیلی قشنگ کار میکنه این قضیه رو. فرزاد فرزین، فرزاد فرزین از دوستای خوبمونه، دوستش دارم، بذار مهربونه. کارگردان، کارگردان توی ایران میوزیک ویدیو، کارگردان موزیک ویدیو یا فیلم، هر چی که به نظرت میرسه. اون اول کلمه رو که میشنوی چی میاد تو ذهن؟ کارگردان. از کارگردان موزیک ویدیو سپهر وکیلی، مجید فرح‌پور. از سینما محسن مخملباف، ناصر تقوایی. بهترین خواننده‌ای که صداش رو تأثیر میذاره؟ سیاوش خمیشی. ساسی مانکن، اونم دوست گلمه. ساسی مانکن دوست، پسر فوق‌العاده با استعداد، فوق‌العاده با استعداد و دوست عزیزمه، همیشه هم حمایتش میکنم. حاشیه، متنفرم ولی همیشه هست تو کار ما. از حاشیه متنفرم. دوست داری چی بهت هدیه بدم؟ خبر خوش بهم هدیه بدم، فکر میکنم بهترین هدیه زندگی باشه. خبر خوش اونو میخوایم بدید. موفقیت یه دوست بدون ابراق میگم، موفقیت یه دوستان بهترین هدیه است تو زندگی. اینجا اتاق خود البرز مسافوره. اونور با حسام حسینی بودیم که براش کار پیش اومد، حسام رفت به کاراش برسه، ذره مشکل داشت. الان اتاق خود البرزه. البرز چی کار میکنی؟ کار تنظیم. یه توضیح بده. با مشتری چک چونه میکنم ارزون میگیری یا گرون میگیری؟ یه چیزی میندازم قریبه نیستون آقا، یه چیزی میندازم رو دوربین ببین، آره یه چیزی میندازم یا قیمت هم میندازم. گرفت نه گرفت دیگه میان کار. آخه من یه موقع هستش میکی میاد یه لطفی میکنه البرز مسافر، مثلا میاد به من میگه خب اشکال نداره اگه از مثلا من اصلا 5 میلیون میگیرم از تو 200 تومن میگیرم، بعد دو نفر دیگه اون اعتبار کاریه. نه دو نفر دیگه نه، اون خب اون لطفه، آدم تو کار ممکنه حال بده، ولی دو نفر چیکار میکنم؟ میاد ای بابا دیدی هم سوال اینا فلان شده مثلا میلیون ها بار، میلیون ها یعنی تو حال لادی، ولی اینا رفتن گفت به حدی رسید این قضیه که من یه بار گفتم که اوکی من واسه با این قیمت بالفرض میذارم، ولی توی قرارداد تو بنویس مثلا کسی نفهمه. آره اینو نفهم، یعنی یه حدی رسیده بود که من یک دو بار مجبور شدم این کار رو بکنم. البرز یک مقدار ببین آدم خوبی هستی، خب آدم زبون بازی هستی، ببین بچه بازاری خب نه هستی، آدم اجتماعی هستم، اتفاقا زیاد بازاری نیستم، بلد نیستم. نه بازاری خراب میکنم در بیاره مشکلات داره که هنوز حل نشده. این مشکلات چیا باشه؟ خب شما تو یه ماه 10 میلیون تومان کار میکنی، 20 میلیون تومان از تنظیم کار میکنی، دو ماه ممکنه بیکاری داشته باشی. هزار تومان هم در نهی یعنی شده البرز مسافر یه ماه بیاد بره ولی هزار تومان هم در نهی، ولی شدم بیاد یه دفعه 20 میلیون برده. حالا اون وقتی که ایران بودم مثلا شده بود معمولا محرم و سفر و ما بیکار بودیم، درسته؟ یا اگه بوده تک و توک سفارشه مثلا مذهبی داشتم واسه تلویزیون، درست تو جانم که کار صدا و سیمایی بود، آره که تو اونم یه قربون شدم تا چک بهم اون دادن پاس شده و اینا همه. حالا بمانم بگذاریم، بعد حسابی نکردم ولی طول کشیده حساب تو. ای روز من احساس میکنم واسه صحبت نسبت به اون زحمتی که کشیدی اون جوابی که خواستی و هنوز نگرفتی. چیز جالب بگم، یعنی نسبت به دوره بعدی که داری نگاه میکنی، دارم مثلا البرز مسافر زحمت کشیدن یا نه حتی نصفش هم زحمت نکشیدن، شاید مثلا چهار برابر البرز مثلا اسم برند اعتبار دارن، ولی البرز چرا باید کمتر باشه؟ من اینو میخوام بگم، من اینو حس کردم، نه اونو درست حس کردم. ببین یه بازم میگم، یه بارم گفتم مردم یه خواننده رو بیشتر تنظیم کننده یا آهنگ
آهنگساز میشناسم. بعد من زمانی که کارم از سایت biotomusic.com پخش شد تقریبا 3 سال پیش، یه کاری بود اسم در بدارم، میگم 60,000 تا دانلود خورد که خدا ایران نبودم باور نکردنی بود. مثلا زمانی که برگشتم اونجا داشتم نگاه میگم خدا این آهنگ چه جوری پخش شد. اون موقع هم خب با یه کمپانی اونوری قرارداد داشتم، درسته، میترسیدم کار پخش کنم. کار من همزمان با یه سری از خواننده های اومد، مثل اشکیل 2098، مثل یاس، مثل با کسای کار من اومد و صدا کرد که من اگه شاید ایران بودم یا اگه نمیترسیدم پیگیری میکردم، شاید من همون در همون لول میموندم، لول بالا میموندم، یعنی میرسوندم خودم رو بکنم. ولی خودم زیاد رو از خوانندگی نداشتم، اشتباه هم کردم، الان میگم اشتباه کردم، من شاید یعنی خود داری اعتراف میکنم. آره میگم اگه کاش خوانندگی میکردم، چون هم تنظیم بلدی، هم ملودی و آهنگسازی و صدا برداری کاراتو بلدی، خود آقای خود بودی. دقیقاً هیچ اولاً نشه هیچ فشار مالی به من میومد. آره دیگه، چون همه خلاقیت خودت بوده. دوستای گلم که چه تو شبکه های تلویزیونی، شبکه های سایتی، ماشاءالله خب تو پخش همیشه کمکم گرفتن، از همشون ممنونم. درسته، همشون ممنونم. میگم خیلی شل گرفتم. حالا از وقتی برگشتم ایران یواش یواش دوباره یه قلقلکی اومد بنو. البته میگم یک چند تقریباً اردیبهشت ماه 15 اردیبهشت ماه گذشت. اخلاق خاصی داری. هر کاری که بخوای بکنی 100 درصد انجام میدی. باید، چون مهمایی. یعنی نشه خوابت نمیبره. من همچین حسی میکنم. من الان الان حوس بکنم فردا مثلا پلی استیشن بخرم، اگه از خواب بیدار شم بعد دارم هشت تو حسابم خالی کنم پلی استیشن رو بخرم. یعنی الان باید اون باشه. اون باید نشه نمیشه. دقیقاً. یه اخلاق خیلی خاصی داری. اصلا خوب نیست. ولی آدم سعی میکنه، میگم کاسه صبرت خیلی دیر فرو میشه، ولی خدا نکنه که فرو بشه. یعنی الگوریتم من احساس میکنم آدم یه چیزی نیست.